پس از تبلیغات گسترده رژیم آخوندی برای برپایی ضد تظاهراتی در بغداد با الگوی نمایش‌های جنازه‌گردانی قاسم سلیمانی از طریق مقتدی صدر و سرکردگان هشت و شعبی و کتائب حزب الشیطان و اصائب و سپاه بدر در جادریه، دانشجویان و مردم قیام کننده در زیر پل میدان تحریر بغداد تجمع کردند و علیه مقتدی صدر شعار دادند. رسانه‌های محلی گفتند با از سرگیری درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در اتوبان محمد قاسم، بغداد شاهد یک روز خونین دیگر بود. برخی منابع پزشکی گزارش کردند که تنها در تظاهرات بغداد ده‌ها کشته و مجروح بر جای مانده است. بنا به گفته این منابع در میان کشته شدگان، برخی بر اثر اصابت مستقیم گلوله جنگی در ناحیه سر جان باختند. نیروهای امنیتی علاوه بر حمله به تظاهرکنندگان، یکی از بانک‌های دولتی در میدان خلانی بغداد را نیز به آتش کشیدند. خبرگزاری رویترز نوشت در حمله نیروهای دولتی در بغداد و میدان تحریر، نیروهای دولتی موانع بتونی را برداشته با تظاهرکنندگان درگیر شدند. کمیته‌های هماهنگی تظاهرات عراق روز شنبه 5 دی ماه گفتند مقتدی صدر به آنها خیانت کرده و در هماهنگی با رژیم ایران در ازای خیانت به آزادگان عراقی وعده نخست وزیری را از آخوندهای حاکم بر ایران دریافت کرده است. قیام آفرینان عراقی با وجود یورش وحشیانه نیروهای امنیتی با آنها و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن اعلام کردند تا تحقق کامل خواسته‌هایشان در میادین تظاهرات باقی خواهند ماند. در پی حمله شبه نظامیان و عوامل مزدور عراقی به میدانهای تحریر، وسبه و خلانی، کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر در فراخوانی از مردم و جوانان عراق خواست در میادین قیام در بغداد و سایر شهرها حضور پیدا کنند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: رویدادهای اخیر نشان داد که سرکردگان شبه نظامی وابسته به رژیم ایران که در قم و تهران سکونت دارند شکست خوردند و اگرچه مدعی تظاهرات میلیونی هستند و اگرچه تمامی امکانات مالی و مادی در اختیارشان گذاشته شده، ولی به دلیل ناعادلانه بودن خواسته‌هایشان و اینکه ولی سفیه دستور به چنین تظاهراتی داده، آنها نمی‌توانند مردم عراق را گرد خود جمع کنند. مشابه تظاهرات بغداد در شهرهای جنوبی شامل بابل، کربلا، نجف، واسط، میسان، مثنا و دیوانیه نیز شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود. تظاهرکنندگان مانند روزهای گذشته جاده‌ها را بستند و مانع عبور کامیون‌ها و تانکرهای سوخت‌رسانی شدند. در دیوانیه جوانان و مردم دیوانیه اتوبان بین‌المللی را بستند. در سماوه دختران شجاع عراقی در پاسخ به ضد تظاهرات حکومتی مقتدی صدر و هادی آمری به خیابان‌ها آمدند و علیه مقتدی صدر و هادی آمری سرکرده شبه نظامیان موسوم به بدر شعار دادند. در ناصریه در پی حمله نیروهای هشت و شعبی و مزدوران رژیم ایران به تظاهرکنندگان، یک نفر شهید و 6 نفر مجروح شدند. مردم و اشایر شهر از صبح امروز در خیابان‌های ناصریه برای کمک به جوانان قیام کننده تجمع و تظاهرات کردند. در استان میسان تظاهرکنندگان به خیابان‌ها آمدند و مقتدی صدر را به عنوان عامل رژیم ایران و موج سوار توصیف کردند. در بصره، دومین شهر بزرگ عراق، مردم علیه خیانت‌های آخوند مقتدی صدر که به گفته مردم با آنها خیانت کرده به خیابان‌ها آمدند و او را زباله نامیدند. آنها تظاهرات خود را تا پاسی از شب ادامه داده و شعار می دادند ای مقتدی، ای کرم، عمامه سیاحت را بر زمین بگذار. بدین گونه قیام مردم عراق با استمرار خود باعث تصفیه صفوف جنبش از عناصر وابسته و فرصت طلب که می خواستند در جنبش رخنه کنند و مطامع اربابان خود را محقق سازند، یک گام بلند به سوی پیروزی برداشت. و
باز به همین منظور در برنامه امروز قیام ایران گفتگویی داری با برادر مجاهد مهدی عقبایی درباره آخرین تحولات عراق. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان سیمای آزادی. درود بر شما. الان ما تو گزارش برخی از تحولات رو دیدیم، ولی خواستم که به عنوان اولین سوال از شما خواهش بکنم که همین تحولات رو یه مقدار با جزئیات بیشتر، اونچه که در روزهای گذشته در عراق اتفاق افتاده رو برای اینکه خلاصه الان وضع چی، آخرین وضعیت چجوریه؟ راستش تحولات خیلی سریع و پرشتابه. بله. هر یک تحول جدیدی چه در ایران هستش چه اون طرف در منطقه و به طور مشخص هم الان صحبت از عراقه در خود عراق. بله. واقعیت اینه که رژیم خب بعد از شکست اون ضربه‌ای که از داستان قاسم سلیمانی دریافت کرده بود در فکر چاره‌ای برای وضعیت عراق بود. قیام مردم عراق داشت هر روز بیش از پیش جلو می‌رفت و خب قیام که پیش می‌ره یعنی کوتاه شدن دست رژیم از جایی که در واقع اون رو سرپلی یا چی میگن جاپایی برای خودش برای منطقه توسعه طلبیاش توی منطقه میدونست بودش. بنابراین در فکر توطئه‌ای برای جمع کردن قیام و اعمال نفوذ کماف سابق خودش توی عراق بود. به همین دلیل در زمانی که مقتدی سعد در ایران بود مزدورای دیگه خودش رو به ایران فراخوند و اینا رو به هر شکلی دور هم جمع کرد و به نظر میرسه که مقتدی سعد رو هم مأمور و به اصطلاح عامل سرجمع کردن اینا و اجرای طرح و توطئه خودش کرد. بله. بر همین اساس بود که مقتدی سعد از همون تهران که یا قم که بود فراخوانی برای تظاهرات و تجمع به قول خودش یا دیکته شده از طرف رژیم میلیونی اعلام کرد. این تظاهرات مورد چه قرار گرفت؟ خیلی مسخره قرار گرفت که چرا از تهران برای ما پیام میدین و فراخوان به تظاهرات میدین؟ خب ای تو عراقی هستی خب بیا از عراق بده. این تظاهراتی که مفروض بود انجام بشه در روز جمعه یعنی پریروز بود. این تظاهرات در واقع بر اساس چیزی که از رسانه‌های خبری قابل مشاهده بود به یک شکست مفتزهانه‌ای برای رژیم منجر شد. یعنی اون تظاهرات میلیونی خبری نبود؟ تظاهرات میلیونی که خبری نبود، یه سری جار و جنجالی رژیم رو انداخته بود که بعداً روشن شد که گویا بعضی از عکسای فتوشاپ تظاهرات‌های قبلی رو آورده بودن به جای این تظاهرات می‌خواستن غالب کنن و استقبالی آنچنان از این تظاهرات نشد، یا مشابه تظاهراتی که رژیم ضد تظاهرات که راه میندازه با نمیدونم فریب و نیرنگ و با سیستمایی که دارن مردم رو ساندیسایی که رژیم رو انداخته مردم رو جمع میکنن یه عده‌ای رو جمع کردن. ولی خب این یک رویارویی بین نیروهای انقلاب در میدانهای آزادی و تحریر توی خود بغداد و استانهای دیگه عراق بود با عوامل رژیم که این بار در واقع یک مقداری علنی‌تر و روتر عمل میکردن. بنابراین این منجر به چی شد؟ منجر به این شد که رژیم نیروهاش سرخورده شدن. متقابلا صدر اومد یک توییتی کرد و به نوعی نارضایتی خودش رو از قیام آفرینان اعلام کرد و گفتش که توی این توییت گفتش که در واقع خطاب به اونا که من همیشه با شما بودم، این خلاصه کار درستی نیست که منو تنها گذاشتین. یعنی به نوعی اعتراف به اون شکستش هم بود که به من شک کردین، با دیده شک نگاه کردین و از من حمایت نکردین، بنابراین از این به بعد نه من از شما حمایت میکنم نه رد میکنم نه تایید میکنم. به نوعی اعلام بی‌طرفی کرد که در واقع اعلام موضع خودش نسبت تظاهرات بود و بر اساس همین توییت و همین موضع‌گیری رسمی مقتدی سعد بود که بلافاصله بعدش نیروهای صدر از میدونهای تظاهرات و قیام بیرون کشیدن. خب تا قبل از اون به طور واقعی بودن کسانی که به نام همین صدر در ساعت تحریر میدان تحریر بغداد و در استانهای دیگه به خصوص بصره و نجف و استان ناصریه حضور داشتن. خب این داستان در واقع به نوعی
از نظر مردم، از نظر قیام آفرینان خیانتی به اونا محسوب میشد. بله. پشت اونا رو به نوعی خالی میکرد. خیلی از به اصطلاح اون جاهای اساسی توی همین میدان تحریر دست اینا بود، به طور واقعی که اینا کشیدن بیرون، چادرهاشون رو جمع کردن. با این تصور و با این فکر خیال باطل که خب اینا که بکشن بیرون نیروی کمی حجم بالایی هستن و قیام دوچار یک تنش میشه و میتونن بعد با یک حرکت تهاجمی و سرکوب قیام رو به طور کامل بخوابونن. این اتفاق افتاد، اینا نیروهاشون رو بردن، ولی قیام آفرینان عراقی نه تنها جا نزدن، نه تنها دست نکشیدن و چی میگن پاسیو نشدن، ضعف نشون ندادن، بلکه بیشتر انگیزه شون، روحیه شون بالاتر رفت و مقاومت کردن. نیروهای سرکوبگر که عوامل رژیم بودن در واقع حمله کردن بسیاری از مناطقی که توی بغداد در دست قیام آفرینان بود رو با زور و سرکوب و به صدا نیروی نظامی شروع به تهاجم کردن و اونا رو به طور واقعی هم عقب روندن. مثلا تو خیابون اتوبان محمد قاسم در بغداد دست نیروهای انقلابی و قیام آفرینا بود که ازشون گرفتن، عقب روندن. میدون وسبه دست اینا بود که گرفتن. تعدادی از مراکزی که اینا در روزهای قبل پیشروی کرده بودن رو مجددا نیروهای امنیتی با همین طرح خیانت‌آمیزی که مقتدی صدر داشتش از دست نیروهای انقلابی گرفتن. متقابلا تا حتی ساحت و تحریر هم پیشروی کردن، ولی به اونجا به میدون تحریر دیگه نتونستن به دلیل حضور و حجم بالا و کمیت نیروهای قیام آفرین که از اونجا دفاع میکردن نتونستن وارد بشن. این باعث شد که توی استانام هم همینطور، مثلا فرض کنین توی بصره به طور مشخص از صبح روز شنبه، یعنی صبح که میگیم یعنی نیمه های شب، ساعت 4-5 صبح، یک هجوم وحشیانه ای رو به همین محل تجمع قیام شروع کردن نیروهای امنیتی و آتیش زدن تمام خیمه های اونا رو و در واقع تلاش و یک به اصطلاح هجومی برای جمع کردن اونها بود با آتیش زدن خیمه ها که عکس های انداختن توی فضای مجازی، خیمه های تظاهر کنندگان قهرمان عراق رو در کنار خیمه هایی که در زمان امام حسین آتیش زده بودن مقایسه میکردن که این دو نظامی هستن که یک کار دارن میکنن و مقایسه همین کسانی که الان پرچم امام حسین رو در دست گرفتن و در مقابل ستمگران و مزدوران رژیم ایستادن. خب بنابراین شما میگید که پس نرفتن، چون به هر حال نقاط صد نیروهاشو بیرون کشید، اونام حمله کردن و هیچ جایی دقیقاً این دیگه. یک روی سکه و بله. یک طرف صحنه جنگ و درگیری بین این دو نیرو بود. متقابلا نیروهای قیام بیکار ننشستن و دست به کار شدن و فراخوان دادن. بله. فراخوانی از طریق فضای مجازی، از طریق امکانات و رسانه‌هایی که خودشون دارن به مردم که به کمک انقلابیون بشه تابید که نیاز به کمک دارن و این فراخوان در یک مدت زمان بسیار کوتاه پاسخ شایان خودش رو گرفت. مردم با شدت و حدت زیاد در ابعاد زیاد شروع به اصطلاح هجوم به سمت میدون‌هایی کردن که قیام آفرینان بودن، به طور مشخص توی بغداد به سمت میدون تحریر. ده. از مناطق مختلف به سمت میدون تحریر اومدن به نحوی که به اصطلاح صحنه‌هایی رو که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری نشون می‌دادن در کمیت‌های بالا به صورت جمعی به سمت میدون تحریر و در استان‌های دیگه هم به سمت محله‌هایی که تجمع اینا بود حرکت کردند. این حرکت از روز شنبه شروع شد و صبح امروز ابعاد بسیار بی‌سابقه‌ای گرفت، به نحوی که فیلم‌ها و عکس‌هایی که از میدون تحریر به نمایش در میاد واقعاً با شکوه و بسیار انگیزاننده هستش که چه کمیت بالایی مردم به اونجا هجوم آوردن و پشت نیروهای انقلابی یا به عبارت دیگه در حمایت از فرزندان خودشون که در این میدونهای تحریر هستن هجوم آوردن و هستن. بله. که نمونه ها و فاکتاش خب خیلی زیاده، جای بیانش اینجا شاید نباشه، ولی از پیر و جوان به خصوص
دانشجویان و دانش آموزان. اینا در واقع سیلی از جمعیت بودن که من دنبال میکردم. بسیار عجیب هستش که اینطور در این فرصت مدت زمان کوتاه مثلا یک نیروی انقلابی اون سازمان کمیته سازمان دهنده فراخوان میده و اینطور مردم اینطور خلقشون جواب پاسخ مثبت میدن و به حمایت از اینا میان. این چیزی بود که باعث شد که در واقع نیروهای وابسته به رژیم بله. از خود مقتدا سعد تا بقیه عوامل رژیم در واقع پاسخ مناسب خودشون رو گرفتن. به این ترتیب بود که میشه گفت به طور واقعی رژیم در طرح خودش شکست خورد. جای گفتن داره که خب این باعث شد که یک تشتت بله. انشعابات یا ریزشی در نیروهای صدر هم به وجود بیاره. یعنی تنها این نبود که مردم اومدن، بلکه خب صدر با چنین کار خیانت کارانش خیانت پیشه‌ای که کرد تأثیراتش رو توی نیروهای خودش هم داشت. اولا که خیلی جاها توی مناطق مختلف در همین بغداد به طوری که تا روز قبل احترام این فرد رو داشتن، از روز شنبه از دیروز بعد از این خیانت شروع کردن به شعار علیه مقتدا سعد که توی همین گزارش که الان پخش شد از سیما قبل از شروع صحبتمون هم دیدیم که بله. علیه صدر شروع کردن شعار دادن. خب این چیز ساده‌ای نیست. بله. ما تو ایران سابقه شو داریم که چقدر خونها ریخته شد، چقدر رنج و خون و زحمت بود تا شعارها متمرکز بشه روی رأس رژیم، همون خامنه‌ای و روحانی و امثال هم. در اینجا هم همینطور. یعنی الان به نقطه ای رسید که مردم صریحاً کسی رو که بهشون خیانت کرده رو در شعاراشون به قول خودشون زباله و آشغال معرفی میکنن، چون واقعاً ازش گزیده شدن. همینطور تو نیروهای خودش یکی از مسئولین و سران همین جریان صدر که با فکر میکنم توی بصره بود با همین قیام کنندگان، خب نفرات صدر قبلا تو اینا بودن. این به پیام مقتدا سعد برای بیرون کشیدن نه تنها وقعی نگذاشت، بلکه برعکس پیام داد به مردم و به احزاب که اینا قصد دارن که به این ترتیب زیر پای مردم رو خالی کنن، قیام رو سرکوب کنن و من با قیام آفرینان خواهم ماند و باشون میمونم. متقابلا صدر بلافاصله توییت کرد یا پیامی داد، پیام کوتاهی داد و اون رو در واقع عزل کرد یا موقتا برکنار کرد. این فرد در پاسخ پیام خیلی انگیزاننده ای داد و گفتش که من در کنار مردم بودم، خواهم بود و هستم و پای این در واقع تصمیم و عزم و اراده‌ای که کردم حاضرم خونم رو بدم و شما بیاین جون من رو بگیرین که من به استقبال شهادت مثل بقیه برادرانم میرن. قابل ذکر و اشاره هستش که این فرد یک روحانیه بله. معممه و در پیامش گفت من عمامه‌ام رو به زمین بگذارم، که گویا در پاسخ به سعد بوده که به نوع اینو خلع لباس کرده باشه و گفته عمامت رو بردار، گفت من عمامه‌ام رو میذارم به زمین چون اینا برای من ارزشی نداره، ارزش همون مردمی هستن که من در کنارشون بودم و خواهم بود. به عنوان سوال آخر، چون که دیگه بیشتر فرصت نداریم، خواستم خواهش کنم که الان که این مقدار تحولات رو گفتید خب صحنه خیلی روشن‌تر شد، اما سمت و سو چیه؟ توطئه رژیم اقداماتی کرده، خلاصه چه چشم‌اندازهایی ایجاد کرده؟ فکر می‌کنم سمت و سو از همین روند جریانات از موقعی که این کار و صدر از داخل ایران شروع کرده و بعد ادامش تا همین حالا که میبینیم چطور اوج گرفته قابل پیشبینیه که به چه سمتی میره، به خصوص با اقبالی که مردم از قیام کردن. در واقع رژیم با فرستادن صدر و این نمایشی که داشت ایجاد میکرد دو هدف داشت، هدف اعلام شدهش منظورمه، یکی یا به اصطلاح هدفی که در پشت این حرکت بود، یکی به اصطلاح خودشون اجرای مصوبه‌ای که دولت عراق ببخشید پارلمان عراق کرده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق که شعارشون بوده بر علیه آمریکا، برای اینکه پوشی باشه برای اینکه رژیم رو در ببرن، و دوم هم در واقع پایان دادن به قیام و تظاهرات مردم عراق. الان که نگاه میکنیم رژیم نه تنها موفق به اجرا و محقق کردن این
دو هدف پیش بینی شده اش، هدفی که در نظر داشته نشد، بلکه برعکس شکست کامل خورد و مهره ای که برای یک روزی نگه داشته بود رو هم مجبور شد اینجا بسوزونه و از دست بده. الان دیگه مردم عراق با مقتدی صدر هم مانند هادی عامر، یکی از شعاراشون اینه الان توی بصره، که میگن لا مقتدی لا هادی، نه مقتدی رو میخوایم نه هادی، منظورشون هادی عامری هستش. و قابل توجه هستش که این شعارها در کجا داده میشه، مثلا در نجف که پایگاه اینا بوده، یا به طور مشخص در میدان صدرین، میدانی هستش که به نام پدر و عموی همین صدر نام گذاشت، یعنی ملاء اجتماعی اینا تو همین مناطقه، اینجا دارن شعار علیه صدر میدن. بنابراین به طور کامل این مهره خودش رو از دست داد. جنبش، جنبشی که در معرض تهدید جدی قرار گرفته بود. خب شما تصورشو بکنین، یه عده‌ای هستن خودشون رو همراه این قیام نشون میدن، یک روزی میکشن کنار و علیه این اقدام میکنن، یا قالی رو از زیر پای میخوان قیام و قیام آفرینان بکشن و بعدم با حمله و هجوم ترفندها و توطئه هایی که رژیم ایران داره اینا رو نابود بکنن و سرکوب بکنن. این جنبش سر بلند کرد، با اقتدار بیشتر، با توان بیشتر، با حمایت مردمی بیشتر، که این خب پیام روشنی داره. پیامش اینه که مزدوران رژیم دیگه جایی در بین مردم عراق ندارن. از اون طرف قیام تثبیت شده، قیام از یک مراحل بسیار خطیری عبور کرده و خودشو تونسته از آب و آتش در بیاره. بنابراین روند و ادامش، الان هم فراخوان‌هایی برای روزهای آینده دادن، برای هفته‌های آینده دادن، فراخوان‌های در واقع خیلی انگیزاننده و با شکوهی هستش که به نظر من میشه گفتش که سمت و سو و چشمنداز از جایی که در یک سراشیبی رژیم در منطقه شروع کرده بود، همچنان در سراشیبش ادامه داره و قیام هم رو به اوج و اعتلاء هستش. خیلی ممنون، متشکر بابت توضیحات بسیار روشنگری که دادید. گفتگویی بود با مهدی یغبایی عزیز، پیرامون وضعیت عراق و چشمندازهای اون.